وقت شما عیزان به خیر با عرض تسلیت به هموطنان عزیزمون بابت فاجعه ساختمون پلاسکو که متاسفانه شنیدیم تا الان که اعلام کردن باعث کشته شدن بیش از سی نفر بوده جا داره که از اینجا به خانواده هایی که عزیزانشون رو در این رابطه از دست دادن تسلیت بگیم و از خدا من میخوام که قوت خداوند با شما عزیزان باشه دعای کلیسای پسان مسیح برای شما هموطنان عزیزمون خواهد بود همان گونه که میدانیم این ساختمان مرتفع ترین و مدرن ساختمان ایران در سال 1339 بود و حدود 56 سال پیش این ساختمان ساخته شده و متاسفانه پنجشنبه که مصادف با سی دی بود دی 95 بر اثر آتش سوزی و یا نمیدانیم واقعا پشت این موقعیت هایی که توی کشور ما ایران پیش میاد حقیقت کجا قرار داره متاسفانه فرو ریخته بنیانگذار این ساختمان آقای حبیبااللاه الغانیان بود که در اصل رئیس انجمن کلیمیان در تهران بود و بزرگترین کارخانه پلاستیک سازی رو داشت این خانواده به عنوان خانوادههایی بودند که در طول زندگیشون در زمان شاه توانستن به عنوان پیشگام نوآوری تجاری و صنعتی و خدمات بسیار در کشور ما ایران باشند اما همان گونه که هموطنان عزیز آگاه هستید بعد از انقلاب متاسفانه قدر این مردان و زنانی که کشور ما را خدمت کردند مردم ما را خدمت کردند بعد از توطئه 57 ندانستند و آنان را یاد دلایلی و موقعیتهایی برشون ایجاد کردن که فرار کنن از کشور ایران و یا آنانی که مانند آقای حبیب القانیان الغانیان وقتی که موندن تا باز مردم رو خدمت کنن متاسفانه محاکمه کردن و ما میدونیم که به توسط در اصل جنایتکار خلخالی صادق خلخالی که فرمانش رو از رهبرش خمینی میگرفت ایشون اعدام شدش در سال 1158 با توجه به اینکه آقای به هیچ وجه یه شخص سیاسی نبودش و یه شخص نظامی نبود اما متاسفانه گونه که گفتم از اونجایی که ایده و ایدولوژی نظام جمهوری اسلامی از مکتبی میاد که برای خرابی برای ویرانی برای کشتار هستش چنین مردانی رو میبینیم که سعی میکنن از صحنه تاریخ بردارن سعی میکنن از صحنه موقعیت حیات در اون زمان بردارن تا بتونن بیشتر جنایت بکنن میدونیم که آقای خلخالی که در اصل جنون مغزی داشت و روانی بودیشون مقبره رضاشاه بزرگ رو این خادم کشور ما ایران رو نیز خراب کرد و هر چند میتونست از اون ساختمون استفاده بکنه اما از اونجایی که اینها واقعا با افکار خرابی هستن و تا به امروز به فکر خراب کردن هستن اونجا رو نیز خراب کردش و حتی نسبت به اتفاقای روزی که ما در کشورمون ایران میشنویم مانند مرگ رفسنجانی که ایشون هم یکی ای از جنایتکاران بود و هلاک شدش خب میبینیم بعد از مرگ رفسنجانی هم بدن میگن که بله گویا اونو کشتنش خفش کردن توی اس اینا و میگیم کی این کار کرده پیگیری میکنن خودشون میگن احتمالا خامنه این کار کرده چه بسا که میتونه از خبر این گونه ای روزا شنیده بشه که آقای خامنه ای مرده بعد از یه مدتی میگفتن نه آقای رفسنجانی اونو کشته و شریران و ظالمین مدام در صدد این هستن که اون پست قدرت و مقام خودشون رو داشته باشن و بیشتر خودشون رو نمایان کنن در جامعه که بر اون حاکم هستن و این گونه عمل میکنن از این رو هستش که واقعا فاجعه ساختمونه پلاسکار اما نمیدونیم بگیم که چگونه این آتش سوزی انجام شده اما میدونیم که که از آثار خیلی خوبی هست که در زمان شاه بوده و همه ما به طور خاص عزیزان که هم سن من هستید خاطرات خوبی داریم از اون ساختمان من, من فراموش نمی‌کنم بارها در زمان شاه اون قسمت رستوران بالای ساختمون با خانواده می رفتیم و لذت می بردیم اونجا و حتی اونجا بود که من با آکواریوم آشنا شدم با ماهی های آکواریوم و دوران بسیاری از زندگی من مشغول اون سرگرمی های آکواریوم و ماهی و اینا بود و خاطرات خوبی داریم اگه اشتباه نکنم فروشگاهی به نام آمازون بودش همون طبقه پایین که ما می رفتیم اونجا وقتمون رو می گذروندیم و حقیقتا اون چیزی که خداوند آفریده بود از اون لذت می بردیم در اون زمان اما بعد از توته ۵۷ و میدونیم که نسل های ما به طور خاص چقدر آسیب خوردن و بعد نسل های بعدی نیز آسیب خوردن و شرارت های این ظالمین اسلامی متاسفانه کشور ما را از آبادانی گرفت و او را در مسیر جنگ و تباهی و مرگ و اسیان و ظلمی که روا داشتن به مردم ما اونها رو تحت آزار قرار دادن اما خداوند اینگونه نگاه نمی کنه که اجازه بده ظالمین همیشه حاکم باشن روزی خواهد آمد که اونها باید محاکمه بشن روزی خواهد آمد که اونها می باید جواب این همه ظلم و ستم رو به مردم ما ایران بدن همون گونه که داوود پادشاه در مزمور سی هفت اینگونه اعلام می کنه مزمور 37 آیه بیست و پنج رو براتون می خونم اعلام می از جوانی تا به امروز که پیر شدم به یاد ندارم که خداوند درستکاران را فراموش کرده باشد و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند او پیوسته با سخاوت میبخشد و به دیگران قرض میدهد و فرزندان ایشان متبارک خواهند بود از بدی بپرهیز و نیکویی را دنبال کن تا پایدار گردید یعنی آنچه را که ما بینیم متاسفانه در طول سی سال دولت جمهوری اسلامی برخلافش انجام ده همیشه بدی کرده همیشه ظلم کرده حتی به خودشون هم ستم کردن برای اینکه قدرت داشته باشن قدرت مداران دولت جمهوری اسلامی مدام به خود آزار رسوندن و همدیگر رو از بین بردن و همونگونه که از کم در افتاده صحبت هم حتی آثار نیکوکاران را سعی کردن از بین ببرم. و نیز اعلام میکنه زیرا خداوند راستی را دوست می دارد و وفاد و وفاداران خود را از یاد نمی برد. او آنان را همیشه حمایت می کند. اما فرزندان شریران نابود خواهند شد مردان صالح وارث زمین خواهند شد و همیشه در آنجا زندگی خواهند کرد ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیزش کشور ما ایران را به ما برمیگردونه و اجازه میده که عدالت و انصاف او نیز برقرار باشیم از این رو تو هموطن عزیزم رو که به مسیح ایمان آوردی تشویقت میکنم در مرحله اول دعا کنیم برای ایران و نیز برای آزادی ایران برای اینکه ایرانی ها بیشتر آگاه بشن برای اینکه رهایی پیدا کنند از خرافات از مذهب دروغین اسلام از شرایط بدی که در کشور ما ایران هست خبر خوش نجات رو به ایرانیان بدید به دوستانتون بدید به فامیلاتون بدید و در این مسیر به حکمت تحت اراده خدا هر آنچه که لازم هست میباید ما نیز انجام بدیم تا کشور ما ایران نیز آزاد بشه در انتها میخوام دعا کنم برای خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در فاجعه ساختمون پلاسکو متاسفانه از دست دادن و برای آزادی کشورمون ایران شکر ای پدر جان شکر هستیم که خداوند تو قادر هستی مطابق فیضت حتی مشکلات و سختی ها حتی این روزهایی که درش غم و اندوه هست و درد در کشور ما ایران هست ای خدا آن را مطابق فیضت به خیریت ای پدر تبدیل کنی اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح روح مقدس تو خانواده ها و بازماندگان این عزیزانی که ای خدا جانشون رو در این ساختمان از دست دادن رو آرامش و تسلی روح مقدس تو آنها را در بر بگیره و قوت عزیزان باشه خداوند برای تحمل کردن این مصیبت همچنین از تو میخوام مطابق فیضت تی خدا این روزها روزهایی باشه که تو به توسط روح القدس حقیقت خودت را بر ایرانیان مکشوف کنی ای پدر عزیزم و کشور مارای خدا از این دولتی که درش ظلم و ستم هست رهایی بدی و هموطنان مارای خدا به آزادی و محبت و خیرت و حقیقت خودت و نجات و ای خدای قدوس ابدیتی که از طرف یگانه پسرت عیسی مسیح صاحب تمام آن کسانی که طالب حقیقت هستند خواهد برسونی و نام تو در کشور ما ایران جلال یا باید بیشتر از گذشته و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین با فیض خدا و با ایمانی که مسیح داریم دریافت کنیم که خداوند مطابق فیضش کشور ما ایران را رهایی خواهد داد از هر آنچه درش بدی و نیز ظلم است